خانم کریمی شما در جریان جنبش زندگی آزادی در خارج ایران بودین از خارج ایران چطور این جنبش رو درک کردین و چه تأثیری در کار شما به جا گذاشت دیدگاه ما در مورد جنبش زن زندگی آزادی خارج از ایران خیلی فرق داره چون ما در خارج از ایران زندگی می کنیم اونجوری تحت فشار نیستیم من فکر کردم که جنبش غیر قابل اجتناب بود و اتفاقش یه جورایی انتظار همه ماها رو در برداشت. داشت Uh, وقتی که جنبش اتفاق افتاد uh, من در تهیه یک نمایشگاه هنری بودم در منطقه که دارم زندگی می کنم uh, و مرگ محسا امینی uh, بسیار بسیار uh, منو غمگین کرد uh, محسا امینی در سن 22 سالگی uh, فوت کرد به خاطر تمام همون جریانات زن زندگی آزادی و منو به یاد یک خاطره تلخی انداخت که در سن اولین باری که گشت ارشاد منو توی خیابون توبیخ کرد من 21 ساله بودم در تهران و تمام اون خاطرات برگشت و در حالی که داشتم اون نمایشگاه هنری رو اجرا می کردم نمایشگاه من جا داشت که من احساساتم رو راجع به این مسئله بیان کنم و تمام اون حسی که داشتم حس شخصی بود که دوست داشتم توی کارم بذارم در وهله اول و اینجا باید بگم که کار من همیشه با اینکه خیلی روی مسائل تاریخی ایران فوکس داره همیشه تجربه های شخصی منو در بر داشته و وقتی من این تصمیم گرفتم چیز خارج از کاری که همیشه می نبود ام. و اون پارنمیر که اجرا شد و تمام کاری که انجام دادم فقط دو هفته فرصت داشتم تا زمانی که نمایشگاه من افتتاحیش بود زمان بسیار کمی بود و تمام اون واکنشی که نشون دادم نسبت به جنبش زن زندگی آزادی همش یک یک واکنش احساسی بود و به عنوان یک هنرمند معتقدم که باید اون لحظه رو ثبت کرد به نظر شما آفرینش هنری تا چند اندازه یه عمل اجتماعیه که میتونه جامعه رو بسیج کنه یا تو مسیر معینی جامعه رو سوق بده من فکر میکنم که کار هنری همیشه یک تاثیری بر روی بیننده داره هنرمندان تصمیم میگیرند که مفهوم کار هنریشون چی هست بعضی از کارهای هنری مسائل اجتماعی رو خیلی درگیر میکنه بعضی نمیکنه برای من شخصا همونقدر که زیبایی بسری کارم برام مهمه مفهومش هم مهمه من همیشه،, همیشه, بیننده رو در, در نظر میگیرم و دوست دارم وقتی که بیننده به کارهای من نگاه میکنه یک چیزی فراتر از اون مسائل بسری کارم رو حس بکنه و فکر میکنم که کار هنری باید یک تأثیری در جامعه داشته باشه ما جز جامعه هستیم و جامعه ما رو باید به با عنوان کسانی نگاه بکنه که میتونیم تا یه حدی تاثیرگذار باشیم حالا ام. اون ابزاری که هنرمند داره کارشه حالا ام. یا به عنوان کار روی کاغذ کار روی بوم کار به عنوان مجسمه است به هر حال شکل‌های مختلفی میگیره خب از طرف دیگه یه سری از منتقد ادعا میکنن که مشارکت اجتماعی از ارزش هنری اثر کم میکنه و اون رو به یک اثر تبلیغی تنزل میده حتی نظر شما چیه در این مورد من با این گفته مخالفم برای اینکه در طول سالهای مختلف در توی در طول تاریخ هنر ما مشاهده کردیم که هنرمندان زیادی بودن که مسائل اجتماعی رو در کارشون رو آوردن سعی کردن تاثیرگذار گذار باشن یا احساسشون رو بیان کنن یک مثال خیلی خوب و خیلی معروف کار پیکاسو هستش اه، گرنیکا اه، که یک تابلوی بسیار بزرگی هست ضد جنگ و پیکاسو احساسات شخصیش رو توی اون تابلو در مورد جنگ داخلی اسپانیا بیان میکنه کار هنری وقتی که مفهوم داره با کار تبلیغاتی فرق میکنه دو تا اینها ژانرای مختلف هستند و اگر که کار هنری یک مسئله اجتماعی رو بیان میکنه، معنیشی نیست که داره اونو تبلیغ میکنه. برای اینکه کار هنری با احساسات یک هنرمند درگیر هست. ام. زنان، توی جنبش اخیر ایران خیلی نقش تعیین کننده و موثری داشتن به عنوان یک زن هنرمند شما چه تجربه داشتین و چقدر هنر براتون کارکرد رهایی بخش داشت اه من به عنوان یک زن ایرانی فقط از اونجایی میتونم حرف بزنم که تجربه های شخصیم منو در واقع و کار هنری که دارم میکنم و یه جورایی راهنمایی میکنه من کار هنریم صد درصد روی زن و تجربه های زن فوکس نیست روی تاریخ بسری ایران تاریخ تاریخ و فرهنگ ایران فوکس هست ولی هیچ وقت من کار هنری رو از تجربه های شخصی جدا نمیدونم برای همین تمام مسائلی که در کارم میارم و برداشت, برداشت هایی که دارم همه یک جورایی با تجربه های شخصیم همگون هستش و وقتی که یه نفر کار منو میبینه که یه سری تحقیقات داره راجع تاریخ علم ایران یا تاریخ فرهنگ ایران همونقدر هم تجربه های شخصی منو توی کارم میبینه اونو من نمیتونم جدا کنم جنبش زن زندگی آزادی وقتی اتفاق افتاد به نظر من تجربه های زن ایران بود و اون حسی که داشتن و اون تجربه های سختی که داشتن رو دارن در واقع بر, بر علیهش دارن مبارزه میکنن و اون تجربه ها منم داشتم فقط تنها تفاوتش اینه که من الان خارج از ایران زندگی میکنم و یک برداشت دیگه ای از زندگیم دارم و کار هنریم که شما پرسیدین که چه جور رهایی بخشی داشته اون هم سوال سختی هست برای اینکه من از بچگی هنرمند بودم و هیچ وقت هنر رو جدا از خودم ندونستم و هیچ وقت نمیدونم اگر هنرمند نبودم رهایی رو چطوری میتونستم در واقع تجربه کنم ام. هنرم انقدر با من یکی هست که اه برام اصلا فرقی نداره <applause> خب اشاره کردیم که محتوای کارتون و تمرکز کارتون در هنر روی تاریخ ایرانه و فرهنگ ایران اعتراضات هم جزوی از اتفاقات خیلی مهمی که افتاده در تاریخ ایران برای مسائل مختلف مدنی اجتماعی سیاسی اقتصادی تداوم اعتراضات و تو هنر معاصر ایران چطور میبینی من الان خب خارج از ایران زندگی میکنم و سالهاست که خارج از ایران هستم خیلی برام مشکل هست که این رو خارج از ایران یک برداشت خیلی دقیقی داشته باشم و اینم باید بگم که اگر که من در کارم یک مسئله رو یک برداشتی رو به صحنه میارم منظوری نیست که من فعال سیاسی هستم و کار من ممکنه مسائل سیاسی رو بیاره توش برای اینکه جزء زندگیم، جزء تجربم بوده جزء احساساتیه که حس میکنم حتی با اینکه دور از ایران هستم تمام اینا بخش یک بخشی از زندگی من که در کار من میاد و این باعث نم... و این معنیشی نیست که من فعالیت سیاسی دارم. و اون سوالی که شما پرسیدین برای جواب دقیقش باید کسی این جواب رو بده که یا فعالیت سیاسی داره یا هنر ایران رو از اون دیدگاه داره بررسی میکنه من فکر نمی کنم که بتونم اونطوری اون, اون, طوری اون دیدگاه رو داشته باشم چون کارم اون نیست تجربه شخصی خودت چیه از ارتباطی که قطعا داری با هنرمندای ایرانی چه داخل ایران چه خارج ایران و لابد کارهاشون رو دنبال میکنی حالا هر مدل ارتباطی ممکن ارتباط نزدیک باشه کارشون دنبال کنی تو فضای آنلاین تو فضای حالا گالری هایی که میذارن از اون نظر خودت چطور میبینی یعنی تجربه شخصی خودت چیه تجربه شخصی خودم اینه که کسانی که در ایران زندگی میکنن خیلی براشون سختتر هستش که این مسائل رو بیان بکنن و خیلی باید سعی بکنن که از استعاره استفاده کنن یا یه جوری کارشون رو بیان کنن که زندگی شخصیشون رو در خطر نذاره برای کسانی که خارج از ایران هستن خیلی راحت تره که همه اون احساساتشون رو خیلی راحت بیان بکنن و خیلی جالبتر از نظر مفهوم اون احساساتی که دارن کار رو به روی صحنه بیارن من فکر میکنم که هنرمندان ایرانی کار سختری دارن برای اینکه نمیتونن با اون رهایی که لازمه بیان کنن تمام اون احساسات و تجربه ها و مبارزاتی رو که یه تعدادشون فکر میکنن دوست دارن توی کارشون بیارن کار اونا خیلی سختتر از کاریه که من خارج از ایران میکنم و واقعا براشون خیلی احترام قائلم یعنی توی یک درجه دیگه ای اونا دارن فعالیت میکنن که اصلا با من قابل مقایسه نیست و اینم باید بگم که بینندگان من مخاطبین کار من در خارج از ایران خیلی فرق دارن با ایرانی هایی که در ایران هستن و کسانی که در ایران هستن حالا ممکن غیر ایرانی هم اونجا هنوز دارن زندگی میکنن مخاطبین کار من در اینجا یک تعدادی هستند که یک انتظاراتی از کار من دارن و من کارم و یه مقدارم روی اون مسئله هستش که جوری که بیان می کنم یه مقدارم به از همون نظر که گفتم بیننده برام مهمه اون بیننده ها رو در نظر هم می گیرم <applause>